أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در آیه 87 از سوره مبارکه بقره خدای متعال می فرماید: ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون صدق الله العلی العظیم. یکی دیگر از علتهای انحراف در بنی اسرائیل این بود که فرستادگان خدای متعال را تکذیب می کردند، هم از نظر قولی به این معنا که با زبان تکذیب می کردند، هم از نظر عملی به این معنا که با اونها مخالفت عملی می کردند. در این آیه مبارکه خدای متعال به این مسئله اشاره فرموده و هشداری برای ما هست که هیچگاه فرستادگان خدای متعال را تکذیب نکنیم و هر چیزی که توسط فرستادگان خدای متعال نازل شده بپذیریم و عمل بکنیم. خدای متعال در این آیه می فرماید ولقد آتینا موسی الکتاب، ما تورات را بر موسی علیه السلام نازل کردیم و قفینا من بعده بالرسل، بعد از موسی علیه السلام فرستادگان دیگری هم داشتیم. معلوم باشد که در روایات ذکر شده که پیامبران چهار گروه بودند، یعنی ما چهار نوع پیغمبر داریم. دو گروه از اونها پیامبرانی هستند که مأمور به تبلیغ نیستند، خودش برای خودش پیامبر است اما مأمور نیست که به مردم چیزی از طرف خدای متعال بیان کند. حالا این دو گروه فرقش در روایات در اصول کافی باب طبقات الانبیاء و الرسل فرق این دو گروه ذکر شده. ممکن است سوال بشه به چه درد می‌خورد پیامبری که مأمور تبلیغ رسالت نیست؟ این چه فایده ای به حال مردم دارد؟ جواب این است که فرستادن پیامبران یا انتخاب پیامبران فقط فایدش تبلیغ به مردم نیست. پیامبران وظایف زیادی دارند. وظایفی مربوط به جهان آفرینش می شود. از جمله وظایف بعضی از پیغمبران این است که رسالت خدا را به مردم تبلیغ بنمایند. این اولا، و ثانیا پیامبری که مأمور به تبلیغ نیست و ساکت هست، این خودش وجودش نافع برای مردم است، برکاتش شامل حال مردم می شود. شما نگاه بکنید، اگر در یک خانواده یا یک دهات یا یک اجتماع یا یک شهر اگر یک شخصی باشد، این شخص در غایت کمالات باشد، در غایت پرهیزکاری باشد، در غایت تقوا باشد، اصلا همین وجودش باعث این می شود که مردم هدایت بشن. ولو هیچی نگه، ما گاهی دیدیم یک فرد بسیار بالا از نظر معنوی در یک جایی حتی اگر ساکت باشه، حتی اگر سخنرانی نکنه، وجودش بر مردم تأثیر می گذارد. افراد ربانی این گونه هستند.
لذا امام حسین علیه السلام در یک فرمایشی می‌فرمایند کون و دعات لنا به غیر السنتکم، شما اگر دعوت می‌کنید برای ما با زبانتون، اگر عملتون مخالف زبانتون باشه خیلی فایده نداره، عالم بی عمل تأثیر خیلی ندارد. اما اگر یک کسی رفتارش رفتار درستی باشد، وقتی مردم ببینن این شخص با این رفتار درست زندگی می کند، حالا گرچه به مردم نگه که شما مثل من کارهای خوب انجام بدید، خودش باعث می شود که مردم او را به عنوان قدوه و اسوه خود اتخاذ بکنند و یاد بگیرند از او، مانند یک فرزندی که از پدر و مادرش یاد می گیره. هر کاری که پدر و مادر می کنن این فرزندم انجام می ده. خیلی وقتا لازم نیست پدر و مادر به فرزند بگن فلان کار را بکن یا نکن، اما می بینه پدر و مادر چه کار می کنن، همون کار را از اونها پیروی می کنه. وجود یک پیغمبری که معصوم هست، جامع تمام کمالات نفسانی و عملی هست در یک اجتماعی، باعث این میشه که نور این پیامبر پرتو افکند به تمام مردمی که با او هستند. خب این دو گروه از پیامبران، پیامبرانی هستند که مأمور نیستند که به مردم تبلیغ بکنند. گروه سوم پیامبرانی هستند که مأمور به تبلیغ دین هستند برای مردم، ولیکن این پیامبران شریعت مستقل و خاصی ندارند، بلکه پیرو شریعت یکی دیگر از پیغمبران همعصرشون یا پیامبران سابقشون هستند. یعنی فرض کنید از باب مثل حضرت لوط علیه السلام این پسر خواهر یا پسر خاله حضرت ابراهیم بود، در زمان حضرت ابراهیم هم بود. حضرت ابراهیم سلام الله علیه پیغمبری بود که شریعت داشت، اما حضرت لوط پیغمبری بود که مأمور به تبلیغ بود. و ارسلناه الى مئت الف او یزیدون، 100,000 بلکه بیشتر از 100,000 نفر کسانی بودند که حضرت لوط بر اونها پیامبر بود و ارسال شده بود، فرستاده شده بود که به اونها تبلیغ بکند. خب حضرت لوط شریعت مستقلی نداشت، بلکه بر شریعت حضرت ابراهیم بود. این گروه سوم از پیامبران. گروه چهارم از پیامبران، پیامبرانی هستند که اینها فرستاده خدا هستند، مأمور به تبلیغ دین هستند و امام هم هستند. یعنی یک شریعت مستقلی خدا برای اونها نازل کرده و تمام پیامبران هم عصر و پیامبران بعدی تا وقتی که این شریعت نسخ بشه موظف هستند که به شریعت اون پیغمبر عمل بکنن. یعنی از زمان حضرت نوح، حضرت نوح پیغمبری بود که امام هم بود. به این معنا یعنی تمام پیامبرانی که بعد از حضرت نوح بودند تا زمان حضرت ابراهیم، اینها وظیفه‌شون این بود که بر شریعت حضرت نوح علیه السلام عمل بکنن. اگر مأمور به تبلیغ هم بودن، اون شریعت را برای مردم تبلیغ می‌کردن. از زمان حضرت ابراهیم تا زمان حضرت موسی تمام پیامبرانی که ارسال شدن، همین مثالی هم که زدیم از جملهشون حضرت لوط که هم زمان حضرت ابراهیم بود، اینها مکلف بودند که به شریعت حضرت ابراهیم عمل بکنن و حضرت ابراهیم امام اونها بوده. بعد از حضرت موسی علیه السلام، بعد از حضرت ابراهیم حضرت موسی، و بعد از حضرت موسی حضرت عیسی، و بعد از حضرت عیسی حضرت محمد صلی الله علیه و آله. این قسم چهارم از پیامبران، پیامبرانی هستند که امام هم هستند. خدای تبارک و تعالی می فرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. حضرت ابراهیم علیه السلام پیامبر بود. خدای تبارک و تعالی حضرت ابراهیم را امتحانهای سختی نمود که سخت‌ترین این امتحانات امرش به ذبح فرزندش اسماعیل بود. وقتی که از این امتحانها پیروز و سرفراز خارج شد و نمره قبولی گرفت، خدا چی به او فرمود؟ قال انی جاعلک للناس اماما،
من تو را برای مردم امام قرار دادم، پیشوا و رهبر قرار دادم و تمام پیامبرانی که بعد از حضرت ابراهیم بودند تا زمان حضرت موسی بر شریعت حضرت ابراهیم علیه السلام بودند. خب این گروه چهارم از پیامبران، پیامبرانی هستند که امام هم هستند و لذا امامت یک رتبه‌ای بالاتر از نبوت هست. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله پیغمبر بودند، امام هم بودند. حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، اینها پیامبر بودند، امام هم بودند. اما یک پیامبرانی داریم ما که اینها امام نبودند. حالا چه مأمور به تبلیغ بودند، چه مأمور به تبلیغ نبودند. و یک کسانی داریم از اوصیا پیامبر صلی الله علیه و آله، اینها امام هستند اما پیامبر نیستند، یعنی منصب نبوت را ندارند. حضرت امیر علیه السلام تا امام زمان اینها منصب نبوت را نداشتند و ندارند، چون که نبوت با حضرت محمد صلی الله علیه و آله ختم پیدا نمود. اما اینها امام بر مردم هستند، منصب امامت دارند اما منصب نبوت نداشتند. علی کل حال خدای تبارک و تعالی می فرماید که ای بنی اسرائیل ولقد آتینا موسی الکتاب، ما تورات را بر حضرت موسی فرستادیم، شریعت جدیدی هم آوردیم برای شما، و قفینا من بعده بالرسل، بعد از حضرت موسی پشت سر او در قفای او همینجور برای شما رسل و فرستادگانی را فرستادیم. در یک روایتی دارد که در بنی اسرائیل 4000 پیامبر بوده. شاید امتی در تاریخ نباشد که 4000 پیغمبر در اون امت بوده. یعنی شما اگر عرب‌ها رو در نظر بگیرید، در بین عرب‌ها 2 پیامبر یا 3 پیامبر آمده بود. حضرت هود بود، حضرت صالح بود و خالد ابن سنان بنابر بعضی از روایات که پیامبری بود اما مرسل نبود. خب حضرت اسماعیل هم که جدشونه، حضرت محمد هم صلی الله علیه و آله که آخرین پیامبر بود که از طایفه عرب ها بود و برای کل مردم خدای تبارک و تعالی او را فرستاد که خاتم ادیان باشه. خب به نتیجه در بین عرب ها 3 تا 4 تا یا 5 تا دیگه حد اکثر، در بین اقوام دیگر شاید 1 پیغمبر 2 پیغمبر بیشتر نبوده. و این من امت الا خلافیها نذیر، البته نذیر عم از پیامبر، ممکنه پیامبر باشه، ممکنه وصی پیغمبر باشه. اما بنی اسرائیل در این روایت می‌فرماید که 4000 پیامبر داشتند بنی اسرائیل. در یک روایتی هست که رسول یعنی فرستادگان خدا 8000 نفر بودند، چون که پیامبران 124000 نفر بودند. اما اینها غالبا از طایفه اول، یعنی از گروه اول یا دوم بودند که مأمور به تبلیغ نبودند. اما رسول 8000 نفر بودند که اینها پیامبرانی بودند که مأمور به تبلیغ بودند. در بعضی روایت هست که 4000 نفر اینا از بنی اسرائیل بودند، از رسول. و در روایت دیگر داره که مجموع پیامبران بنی اسرائیل 4000 نفر بودند. حالا مقصود این است که همچی گروه، همچی مردمی 4000 پیامبر بین اونها بوده. اینها تا زمان حضرت عیسی، که خود حضرت عیسی هم از بنی اسرائیل است، اما تا زمان حضرت عیسی شریعت حضرت موسی شریعت الهی بوده که باید مردم به اون شریعت عمل می کردن. پیامبرانی که آمده بودند اینها رسولشون مردم را دعوت به همون شریعت می کردند. حالا سوال این است که چرا خدا برای این گروه بنی اسرائیل که یک گروه کوچیکی هم بودند نسبت به ملت‌های مختلف جهان 4000 پیامبر یا رسول را فرستاده؟ این را سابقا در بعضی از جلسات به شکل مختصر ذکر کرده بودیم که بنی اسرائیل را خدا می خواست الگوی برای جهانیان قرار بدهد. تمام ملت‌های جهان اینها حالات مختلفی را مرور می‌کنند. یک زمانی تحت ظلم هستند، یک زمانی آزاد هستند، یک زمانی
حکومت دارن، یک زمانی حکومت‌های عادل ممکنه داشته باشن، یک زمانی ممکن است حکومت‌های ظالم داشته باشن، افراد خلافکار درشون هست، افراد متقی درشون هست. در تمام امت‌های جهان و ملت‌های جهان حالات مختلف در زمان‌های مختلف و افراد مختلف موجود هست. برای تمام این حالات و برای تمام این افراد نیاز به الگو بود، چه الگوی خوب که مردم اون الگوی خوب را ببینن، اگر در شرایطی مثل شرایط اون بودن پیروی ازش بکنن در کارهاشون، و چه الگوی بد، کسانی که اینها ظلم و ستم کردن و نتیجه ظلم و ستمشون به خودشون برگشت، به ملتشون برگشت، باعث بدبختی خودشون و خیلی های دیگر شدن. انسان وقتی که یک الگوی را ببیند بهتر مطلب را میفهمد. سابقا در بعضی از جلسات بیان کردیم که انسان خیلی وقتا مطالب عقلی نظری را ممکن است از نظر عقلی بپذیرد، اما این انعکاس عملی در زندگانی اونی ندارد غالبا، چون که چیزهای خشک را انسان ممکنه قبول بکنه، یک مطلب خشکیه، بگه بله درسته، اما باور واقعی نرسیده باشه. یعنی الان شما به هر کسی از مردم بگید صبر چیز بدیه یا خوبه، میگن بله خیلی خوبه. شجاعت یه چیز خوبیه یا نه؟ بله خیلی خوبه. راستکاری خوبه یا نه؟ بله. دروغگویی خوبه یا بده؟ همه میگن بد هست. خیانت خوبه یا بده؟ همه میگن بد هست. این یک مطلب عقلی نظری صرف هست. مردم هم به فطرتشون میپذیرن خوب را و بد را، قبول دارن، اما از نظر عملی بر زندگیشون خیلی انعکاس ندارد. یعنی شاید باور واقعی نداشته باشند، اما اگر یک الگو را دیدند و نتایج را در اون الگو دیدند، خیلی مطلب را زودتر میپذیرند، در قلبشون نفوذ میکنه، باور واقعی و عملی به اونها دست میده. لذا الگوها یک مسئله خیلی مهمی هست که قرآن به این مسئله التفات داشته، الگوهای خوب را ذکر کرده، الگوهای بد را ذکر کرده که انسان نتایج سوء اعمال اونها را ببینه و از اون دوری بگزیند، و نتایج خوب اعمال این افراد خوب را ببیند و به او پیروی بکنه. الگوی خوب ممکن است عاطفه انسان را هم به حرکت در بیارد، چون که انسان عقل داره، عاطفه، عاطفه مثل موتور برای عقل است. یعنی عقل یک چیزهایی را ممکنه بپذیره، اما در زندگانی انسان انعکاس عملی نداشته باشد. اما عاطفه که آمد، عاطفه مثل موتور عقل را به حرکت وامی دارد. یعنی اگر به شما بگویند که یک کسی فقیر نیاز به کمک داره، ولی میگید کمک کردن به او خیلی خوبه، اما اگر خود شما با چشم خودتون ببینید که این شخص فقیر، زنش، بچهش، بچه های کوچکش در خیابون از سرما دارن میلرزن، از گشنگی دارن بچه ها گریه میکنن، اینجا عاطفه شما تحریک میشه، حتما بهش کمک میکنید. چرا؟ چون که مطلب عقلی کمک کردن به فقرا و نیازمندان رو همه قبول دارن، اما به باور نمیرسد مگر اینکه عاطفه بیاد این رو حرکت بده. الگوها هم همین جوره، مطلب را به باور انسان میرساند و انسان سعی میکند که از الگوهای خوب تقلید بکنه، از الگوهای بد دوری بگزیند. و لذلك در جهان امروز ستاره درست میکنن، میگن ستارگان مثلا سینما، ستارگان فوتبال، ستارگان نمیدونم چی، اینا رو درست میکنن، بعدش هم وسایل تبلیغاتی و ارتباط جمعی اینها رو زیر ذره بین قرار میدن، تمام کارهاشون را فورا گزارش میدن، در صدر اخبارم میاد. خب معمولا جوانهایی که به اینها علاقه مند هستن کاراشون را هم تقلید میکنن. یکی از وسائلی هست که یک فرهنگی را در دنیا منتشر بکنن. خب معمولا این ستارگان یک افرادی هستند که از دین و اخلاق و اینها دور هستن، یک فرهنگ‌های منحطی خیلی هاشون دارن. خب مردم هم خیلی هاشون از اینها پیروی و تقلید میکنن. خدای تبارک و تعالی الگوهای خوب قرار داده تا مردم از اونها پیروی بکنه، از جمله هم الگوهای بد را بیان کرده که مردم ازشون دوری بجویند وقتی که نتایج قبیح و زشت کارشون برای اونها پدیدار بشه. خب این بنی اسرائیل یک امتی بود که خدای تبارک و تعالی میخواست الگو قرار بده، لذالک در مختلف حالاتشون پیامبرانی براشون فرستاد که حقیقت را، واقعیت را، خواست خدا را برای اونها بیان بکنن
بعد که قصه های اینها در قرآن، در روایات، در خود مثلا انجیل، انجیل غیر محرف اینها منعکس می شد، الگوهایی بودند و هستند برای بشریت. پیامبرانی که در قرآن ذکر شدند اینها الگویی هستند برای بشریت. حضرت مریم الگویی هست. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، زن فرعون یک الگویی هست برای زنهای دنیا در اون شرایط سخت و در اون شرایطی که زن پادشاه، زن فرعون است، میتواند که از دنیای خود بهره وافی و کافی ببره، ملکه هست، اما در این حالت حاضر نشد که در جنایات فرعون شریک بشه، ایمان به خدا پیدا کرد و نتیجهش این بود که با شکنجه او را کشتند. اما خب ابن لی عندک بیتن فی الجنه، وقت این یک الگویی شد برای زنهای دنیا. حضرت مریم یک الگویی هست برای زنهای دنیا. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها الگویی هست برای زنها. حضرت زینب و همچنین سایر زنهایی که خدای تبارک و تعالی الگو قرار داده برای افراد مؤمن. از اون طرف هم الگوهایی که برای زشتی بوده که انسان اجتناب بکند بیان کرده. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة لوط وامرأة نوح، زن حضرت نوح و زن حضرت لوط، با اینکه زن پیغمبر بود اما به خاطر اینکه کفر ورزید و از شوهرش مخالفت کرد، شوهری که پیغمبر بود، خدای تبارک و تعالی و قیل ادخل النار مع الداخلین، شما اهل جهنم هستید. خب این امت بنی اسرائیل رو خدا الگو قرار داده. تمام حالاتی که یک امت به اون حالات گرفتار میشه، چه در زمانهای مختلف چه در افراد مختلف، در بنی اسرائیل بوده. خب حالا اون حالت وظیفه چیه؟ در اون حالت پیغمبری هست که وظیفه رو بیان میکنه. بعد هم در آیات روایات برای ما نقل شده که خب پیغمبر معصومه دیگه، از طرف خدا هر چیزی که میگوید و اشتباه هم نمیکنه. پس اون کاری که پیغمبر در اون حالت فرموده، اگر ما در همون حالت هم گرفتار شدیم، همون کار را بایستی انجام بدیم. سبحان الله والحمد لله ولا اله پس بنابراین خدا به اونها میگه ما برای شما حضرت موسی رو فرستادیم با تورات. بعد از او همینجور پشت سرش و قفینا من بعده بالرسل، تا اینکه ما عیسی ابن مریم را فرستادیم. حضرت عیسی از بنی اسرائیل بود، حضرت مریم از بنی اسرائیل بود. یعنی تکذیب یهودیان حضرت عیسی را هیچ موردی نداشت. چرا؟ چون که حالا بگیم اگر از نظر نژادی بوده، مثلا بگن از نژاد ما نبوده لذا تکذیبش کردیم، خب این نیست. حضرت عیسی مادرش حضرت مریم از بنی اسرائیل بوده، پس مشکل نژادی در کار نیست. گو این که اصلا مشکل نژادی در دین معنا نداره. خدای تبارک و تعالی حقیقت را فرستاده. حالا هر کسی میخواد باشه، این کسی که از هر نژادی که میخواد باشه، این شخصی که این حقیقت را آورده، فرستاده خدا باشه، میخواد عرب باشه، میخواد عجم باشه، میخواد ترک باشه، میخواد از بنی اسرائیل باشه، میخواد از بنی اسرائیل نباشه، چه فرق داره؟ مادام که خدا او را اختیار کرده، باید همه مردم از او تبعیت بکنند. اما حالا بعضی هستن که مثلا لجبازن، میگن الا از نژاد ما. خب از نژادتون بود حضرت عیسی، چرا او را تکذیب کردید؟ و آتینا عیسی ابن مریم البینات، نشانه های واضح. حضرت عیسی علیه السلام وقتی که آمد با شریعت جدیدی آمد، بعضی از چیزهایی که در بنی اسرائیل خدا حرام کرده بود، حضرت عیسی آمد اونها رو حلال نمود به امر خدای تبارک و تعالی. چون که سابقا گفتیم شریعت که میاد حسب زمانی یک چیزهایی را حلال میکنه، یک چیزهایی را حرام. البته یک اموری هست، اینا اساسیاته. اگر حلال همیشه حلال، اگر حرام همیشه حرامه. مثلا شراب حرام بوده از زمان حضرت آدم تا زمان حضرت خاتم، چون که شراب یک امر خبیثی است که عقل انسان را از بین میبره و امتیاز انسان بر حیوان به عقلشه.
لذالک این شرابی که عقل انسان را از بین میبره از پلیدترین اشیاء، چون که انسان را از درجه انسانیت پرت میکنه به درجه حیوانیت. مثلا یک مسائلی هست، اینا اخلاقیاته، در تمام شرایع همونه، راستگویی خوب بوده از زمان حضرت آدم تا زمان حضرت خاتم، خیانت بده. و انما بعضی از چیزهایی که حسب مصلحتی تحریم شده بود، اون مصلحت تمام شد، تحلیل میشه. یا حسب مصلحتی تحلیل شده بود، اون مصلحت تمام شد، یک مصلحت دیگری آمد، مفسده زیادی در اون کار پیدا شد، یا تحریم میشه. مثلا در جهان امروز ما میبینیم، فرض کنید که حالت جنگ شد بین یک کشور و یک کشور دیگر. خب کشور اعلام میکند که جوانها باید بیان سربازی، این قانون در میاد که باید بیان سربازی، حق ندارن که از سربازی خارج بشن، باید بیان جنگ. خب جنگ که تمام شد، میگن تمام شد دیگه، شما آزاد برید سر زندگیتون و سر کارتون. خب شرایط استثنایی بود، باعث این شد که یه قانونی وضع بشه. شرایط استثنایی که تمام شد، اون قانون هم کنسل میشه، لغو میشه. خب در شریعت حضرت موسی چیزای حرام بوده به خاطر مصلحتی، اون مصلحت تمام شد، یا به خاطر مفسده حرام شده بود دیگه، مفسده دیگه نداشت، حضرت عیسی آمد اون را حلال کرد. ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم. سابقا اشاره کردیم که عقاید قابل تغییر نیست، یعنی هیچ وقتی نبوده که یه پیغمبر بیاد بگه خدا دو تاست، بعدی پیغمبر دیگه بیاد بگه خدا یکیه. نه خیر، عقاید قابل تغییر نیست، چون که یک حقایق هستی هست، که حقایق هستی که تغییر ناپذیر است. اخلاقیات اصلی قابل تغییر نیست، همچنانی که ذکر کردیم. بعضی احکام اصلی هم قابل تغییر نیست. عبادت خدا همیشه بوده، بله کیفیت عبادت ممکنه تغییر پیدا بکنه، بعضی از احکامی که اونا یک حالت دائمی نداشتن ممکنه تغییر پیدا بکنن به اعتبار حالات و زمان و مکان. خب حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام که آمد، البته آیه می‌فرماید و آتینا عیسی ابن مریم. در قرآن کریم غالب جاهایی که اسم حضرت عیسی میاد، یا حالا به اسمش که عیسی، یا به لقبش که مسیح باشد، غالبا وقتی که اسم حضرت عیسی یا لقبش که مسیح باشه ذکر بشه، یک پسوندی هم باهاش هست، ابن مریم. در این آیه هم همین جوره، و آتینا عیسی ابن مریم، عیسی پسر مریم. چرا؟ چون که این هم رد یهود درش هست و هم رد نصارا. غالب مسیحیان که الان شاید دیگه تمام مسیحیان دنیا باشند، اینا معتقد هستند که عیسی فرزند خداست. خب اینی که عقیده ایست که واضح البطلان هست و بدیهی البطلان هست. اگر عیسی فرزند خداست، یعنی جزء خدا بوده، از خدا جدا شده، مثلا خدا ازدواج کرده فرزندی داشته، مثلا این که اصلا معنا نداره، اصلا محال هست این جهت. اگرم بخوان بگن که فرزند معنوی و روحی خداست، خدا نیاز به فرزند معنوی و روحی نداره، خب چرا حضرت ابراهیم فرزند خدا نشد؟ چرا حضرت نوح فرزند خدا نشد؟ چرا حضرت موسی فرزند خدا نشد؟ خب اونا هم از نظر معنوی فرستادگان خدا بودند. پس برای رد این عقیده این نصارا و این مسیحیانی که معتقدن عیسی فرزند خداست، البته کلامشون در تناقض هست، چون که میگن در عین حالی که ستا هست یکیه، در عین حالی که خدا فرزند، در عین حالی که عیسی فرزند خداست، میگن در عین حال خود خدا هست. اینا یک تناقضی هست که مخالف عقلم هست. علی کل حال، خدای تبارک و تعالی عنایت داشته برای رد این مطلب که عیسی فرزند خدا نیست، عیسی فرزند مریمه. خدای تبارک و تعالی همچنانی که آدم را بدون پدر و مادر آفرید، همچنین مشیتش تعلق گرفت که عیسی علیه السلام را بدون پدر بیافریند. وقتی خدا بخواد میتواند، همچنانی که آدم را بدون پدر و مادر آفرید، حالا لااقل حضرت عیسی مادر که داشت. و همچنین ردیست برای یهودی که متهم کردن حضرت مریم را، که در آیه شریفه می فرماید و قولهم علی مریم بهتانا عظیما. این عیسی ابن مریم برای رد قول اون یهود هم هست. به نتیجه و آتینا عیسی ابن مریم البینات. بعد از حضرت موسی
شریعتش نسخ شد به وسیله حضرت عیسی. حضرت عیسی هم بینات آورد. بینات یعنی دلائل روشن. دلائل روشنی که دلالت بر نبوتش دارد. یک انجیل. البته این انجیلی که الان در دستمون هست، این انجیل محرف است. یعنی یک کسانی بودن به نام متا و لوقا و امثالشون، 4 نفر بودن. اینا بعد از سالهای زیادی از زمان حضرت عیسی علیه السلام یک مطالبی را حالا یا در نظرشون بود یا بهشون رسیده بود، بعضی مطالب را از انجیل، یه مش خرافات و اساطیر هم بوده، اینا رو با هم قاطی کردن و نوشتند و لذلك تناقضات عجیب غریبی بین این 4 انجیل هست. مثلا در نسب حضرت عیسی، که حضرت عیسی فرزند کیست، سلسله نسب حضرت عیسی رو که ذکر میکنن یک چیز تناقض عجیبی هست درش. مثلا در یکی از این اناجیل 10 واسطه بیشتر از انجیل دیگر است، در اسامی فرق دارد و همچنین خرافات زیادی که قاطی شده با بعضی از مطالبی که مطالب صحیحی است از انجیل واقعی نقل شده بود، اینا قاطی شده. خلاصه خود انجیل حقیقی که بر حضرت عیسی علیه السلام نازل شده بود، این خودش نشانه این بود که این پیغمبر خداست، چون که کتابی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل میشه یک کتابیست که هیچ بشری مثلش نمیتونه بیاره. خب وقتی هیچ بشری نتوانست مثل او بیاورد، این دلیل بر این است که این از طرف خدا هست. مثلا قرآن الان 1400 ساله تحدی هم کرده، به چالش طلبیده که مثل قرآن 1 سوره بیارید، 10 سوره بیارید، 1 آیه بیارید. نتونستن بیارن. مشرکین عربی که در زمان پیغمبر بودن، فصیح و بلیغ درشون زیاد بود، اینها به جای اینکه بیان نقض بکنن قرآن را، یک چیزی مثل قرآن بیارن، چون که نمیتونستن، با پیغمبر مشغول جنگ شدن. خلاصه انجیل هم همین جور بوده. انجیل غیر محرف نشانه ای از نشانه های خدا بوده و همچنین معجزاتی که همه مردم میفهمیدن این معجزات را. یعنی حضرت عیسی علیه السلام با یک دست کشیدن بر شخصی که مبتلای PC بود، این شخص را به اذن الله شفا میداد. الان تا الان در جهان امروز با اینکه پزشکی انقدر پیشرفت کرده، اونجوری که بعضی اطبا میگویند، تا الان علاجی برای PC پیدا نشده. یعنی کسانی که مرض PC برس دارند، این مرض که مثلا رنگ صورت یا بدن یک قسمت‌های از او تغییر پیدا میکنه، سفید شدید میشه، مخالف رنگ بقیه بدن هست، تا الان علاجی براش پیدا نشده. خب حضرت عیسی علیه السلام در اون زمانی که در زمان حضرت عیسی طب خیلی زیاد بود، اطباء خیلی زیاد بودند، اطبای حاذق خیلی زیاد بودند، در اون زمان معجزه شیکش این بود که با یک دست کشیدن فرد پیس را شفا میداد به اذن خدای تبارک و تعالی. کور مادرزاد را حضرت عیسی علیه السلام با یک کشیدن دست شفا میداد به اذن خدای تبارک و تعالی. از نظر پزشکی امروز، ثابت شده که نوزاد که به دنیا می آید، یک قسمتی از مغز او تا 1 سال احتیاج به رشد داره. 1 سال که گذشت، رشد کامل پیدا شد، دیگه این حالت نهایی خودش را مغز می گیره، تا آخری که انسان بمیره بر همون حالت می ماند. وقتی یک عده از سلول های بینایی اینها در 1 سال اول اینها تکامل پیدا می کنند. اگر انسان در این 1 سال اول نتوانست ببینه به هر علتی، دیگه قابلیت دیدن را ندارد، چون که این سلول ها شکل نهایی خودشون را میگیرن، دیگه قابل تغییر هم نیست، چون که مغز یک چیزیست که قابل تغییر نیست. یعنی پزشکی تا حد الان نتوانسته نسبت به مغز علاجی داشته باشد. اگر مثلا در مغز بخواد تغییری بده، قابل این نیست مغز را تغییر بده، لذا ضایعات مغزی قابل جبران نیست. خب یک کور مادرزاد از نظر پزشکی محال هست که این خوب بشه. حضرت عیسی با یک دست کشیدن اون رو خوب میکرد. تازه فرض کنید اگر پزشکی هم پیشرفت بکنه و بتوانن کور مادرزاد را به وسیله دستگاه های پزشکی علاج بکنن. اما خب این
علاج توی بیمارستان و با عمل کردنه، اما با یک دست کشیدن که همه میدونن که محال است که یک کور را انسان خوب بکنه، مگر اینکه معجزه‌ای باشه از طرف خدای تبارک و تعالی. مرده را زنده میکرد، میگفت یا عبدالله قم، سر قبر میرفت با یک اشاره مرده را به اذن الله زنده میکرد. خب این بیانات بود دیگه، روشن بود یک کسانی هستن ساحر هستن، یک کلکبازی را میندازن، چشم بندی دارن. خب پیداست که این سحره، پیداست که چشم بندیه. اما یه مردهی که مرده سر قبرش، حالا فرض کنید یه سال دو سال هم گذشته یا بیشتر، بعضی از مردگانی که حضرت عیسی زنده کرده بود شاید هزاران سال از مرگشون گذشته بود، سر قبرستون بره به پاش به یک قبری بزنه بگه یا عبدالله قومی هو، قبر بشکاف مرده زنده بشه. خب این پیداست دیگه معجزه است، چشم بندی و سحر نیست. یا یک کسی که ابرس هست یا به اصطلاح کور مادرزاده رو با یک کشیدن دست بیاد شفا بده، این پیداست دیگه معجزه هست. این بیناته. میفرماید که حضرت عیسی رو با بینات فرستادیم، از اون طرف هم حضرت عیسی رو و ایدناه به روح القدس. روح قدس یعنی جبرائیل علیه السلام، چون که خدای تبارک و تعالی در یک آیه دیگری که در سوره نحل آیه 102 میفرماید قل نزله روح القدس من ربک بالحق، این قرآن را روح القدس نازل کرد. خب کی قرآن را نازل کرده بود؟ جبرائیل علیه السلام از طرف خدا قرآن را نازل کرد بر پیامبر صلی الله علیه و آله. روح القدس، قدس ماده قدس در لغت عربی به معنای پاکی هست، نزاهت و پاکی شدید، بزرگ بالاترین مرتبه پاکی را بهش میگن قدس یا قدس. روح القدس یعنی روحی که پاک هست، این موصوف به صفت اضافه شده، الروح المقدسه، روحی که خیلی پاک هست، این جبرائیله. جبرائیل البته در روایات هست که این تقویت کرد و تأیید کرد تمام پیامبران را، از حضرت آدم تا حضرت خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله، تمام این پیامبران مؤید بودند به جبرائیل. منتهای مراتب چرا در خصوص حضرت عیسی بیشتر ذکر شده و ایدناه به روح القدس؟ به خاطر اینه که حضرت عیسی از قبل از ولادتش جبرائیل با او بوده تا وقتی که خدا او را به آسمان بالا برد، از روزی که حضرت مریم سلام الله علیها به اصطلاح در اون مکان شرقی رفته بود که جبرائیل آمد. جبرائیل آمد و اشاره کرد و حضرت مریم سلام الله علیها حضرت عیسی را به دنیا آورد. در روایت داره که 9 ساعت بود، از وقتی که حضرت مریم باردار به حضرت عیسی شد تا وقتی که حضرت عیسی را به دنیا آورد فقط 9 ساعت بود، یعنی کمتر از یک روز، چون که معجزه بود دیگه، خدای تبارک و تعالی میخواست این گونه حضرت عیسی را بیافریند. خبرش را کی آورد برای حضرت مریم؟ جبرائیل. و در تمام حالات حضرت جبرائیل با حضرت عیسی بود. در اون لحظه آخری که تصمیم گرفته بودند که حضرت عیسی را یهودیان بکشند، جبرائیل آمد و حضرت عیسی را به امر خدا به آسمان برد. لذالک چون که از اول تا آخر جبرائیل با حضرت عیسی بود، لذالک بیشتر تأیید حضرت عیسی به جبرائیل در قرآن و روایات ذکر شده، و الا جبرائیل تمام پیامبران را تأیید می‌کرد و تقویت می‌کرد. و ایدناه به روح القدس. اصلا یکی از علل دشمنی یهود با جبرائیل همینه، چون که یهود جبرائیل را دشمن دارن. بعدن در آیات دیگر سوره بقره این بهش اشاره خواهد شد، دشمن جبرائیل هستن. چرا دشمن جبرائیل هستن؟ چون که جبرائیل آمد و بشارت حضرت عیسی را داد، جبرائیل آمد و حضرت عیسی را تقویت کرد از طرف خدا، جبرائیل حضرت عیسی را به آسمان برد و نذاشت اینها حضرت عیسی را بکشند، یک کس دیگر را کشتن به جای حضرت عیسی، چون که یهودی ها رفتن و شایعت کردن، سخنچینی کردن، گزارش دادن به حکومت روم، چون که حکومت روم اونجا حاکم بود، روم شرقی، و اینها ارتشی فرستادن، گروهی فرستادن که حضرت عیسی را بکشن.
این ارتشیان رومی حضرت عیسی رو که نمیشناختن و لذالک یک شخص دیگری را به جای حضرت عیسی به صلیب کشیدن به توهم و خیال این که این حضرت عیسی است. ولیکن شبه لهم در آیه قرآنی داره، تشبیه شد براشون، اشتباه شد. حالا در بعضی از روایات داره که صورت اون شخص شبیه صورت حضرت عیسی شد، یا اینکه نه اینا اشتباه کردن، یک شخص دیگری را خیال کردن حضرت عیسی است بدون اینکه صورت شبیه حضرت عیسی بشه و اون شخص را کشتن به عنوان اینکه حضرت عیسی است. خب از اون طرف هم جبرائیل قرآن را بر پیغمبر نازل کرد. اینا توقع داشتن که نبوت در بین خودشون باشه، دیدن که این نبوت به حضرت محمد صلی الله علیه و آله رسید، لذلك با جبرائیل دشمنی کردن، با اینکه جبرائیل تقصیری نداشت، جبرائیل به امر خدا عمل میکرد، خدا بود که عیسی را فرستاد و اگر اینا آدم صحیحی بودن باید حرف خدا رو گوش میکردن، حضرت عیسی رو پیروی میکردن، چی ازشون کم میشد؟ اگرم از مسئله نجادی بود خواه از نجاد خودشون بوده، بلکه سعادت دنیا و آخرت نصیبشون میشد. اگر از پیغمبر پیروی میکردن چی ازشون کم میشد؟ فقط مسئله حسادت بود و مسئله خود بزرگ بینی. بعد خدای تبارک و تعالی بهشون میگوید میفرماید افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم، برخلاف هوای نفستون. چون که پیامبران حق را میگفتن، خیلی وقتا حق بر انسانها تلخه، خب چون که مردم این حق را نمیپذیرن نباید حق را بگن. خیر، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض، اگر بنا بود حق تابع اهواء مردم بشه، اهواء مردم که بر حسب مصلحت و حکمت نبود، آسمان و زمین به هم میخورد. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم، استکبار میورزیدید، ففریقا کذبتم، گروهی از پیامبران را تکذیب کردید، مانند عیسی را تکذیب کردن، مانند حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله را تکذیب کردن، و فریقا تقتلون، گروهی از پیامبران را هم کشتید، مانند حضرت یحیی علیه السلام را کشتن، پیامبران دیگری را کشتن، حضرت عیسی را میخواستن بکشن، اما حضرت عیسی را خدا تبارک و تعالی به آسمان برد. پس بر ماست اگر میخواییم گرفتار مصائب و مشکلات دنیا و آخرت بنی اسرائیل نشویم، این صفت بدی که داشتن که باعث انحرافشون شد و آن تکذیب پیامبران الهی هست، این صفت را نباید داشته باشه. هرچی پیامبران را آوردن باید قبول بکنیم، اگر فهمیدیم علتش را خب چه بهتر، اگرم نفهمیدیم اما باید ایمانمون به این مقدار باشه، بدانیم که درسته و انجام بدیم. مانند یک کسی است که به پزشک میره، گاهی میفهمه چرا این علاج هست، گاهی نمیفهمه، اما با این که نمیفهمه چون که قبول داره این پزشک را و خطر را احساس میکنه، به نسخه اون پزشک عمل میکنه. ما اگر دونستیم که علت این که نماز چرا واجبه، خب چه بهتر. اگرم ندونستیم اما همین مقدار که خدا امر کرده و خدا بی خود امر نمیکنه، باید اطاعت داشته باشیم و تسلیم کامل داشته باشیم و بدانیم درست است 100%، گرچه ما علتش را نفهمیده باشیم. امیدواریم که خدای متعال به همه ما و شما توفیق دهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.